ځای د فساد پر وړاندې د خبرونې اوریدونکي یاست. دا خبرونه د قانون حاکمیت ته د درناوي او پر حکومت باندې د خلکو د باور په هیله اداري فساد ته چې خلکو او حکومت دواړو ته اړوند موضوع ده او د یو معنی په ډول د ډیرو پراختیاو مخه نیولې ځانګړې شوې ده. دا خبرونه د افغانستان عدالت مؤسسې لخوا د افغانستان ملي راډیو په همکارۍ هره چهارشنبه د مازدیګر له 15 بجو نه تر 16 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د افغانستان عدالت مؤسسې په باره کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره www.afghanjustice.org وبپاڼې یا زموږ خبري وبپاڼې www.afghanzarizai.com ته مراجعه وکړئ. موږ هره اونۍ د اسلام، قانون، سیاست او د اجتماع له نظره اداري فسادو ته اړوند بېلابېل موضوعات او دا چې څرنګه اداري فساد د هېواد پر اقتصادي او امنیتي پرمختګ منفي اغېزه لري تر بحث لاندې نیسو. په نننۍ خپرونه کې اداري فساد او ډولونه یې تاسو ته درپېژنو او دا موضوع د شریعت او نړیوالو قوانینو له پلوه څېړو او په یادو موضوعاتو له اړوندو کارپوهانو سره بحث لرو. د یادول وړ ده چې تاسو هم کولی شئ د خپرونې په نیمه وروستۍ کې اړیکه ونیسئ او خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0023 لس 2022. نو له تاسو نه هیله کوو چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره اوسئ تر څو ټول یو ځای د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړو او ورته د پای ټکی کیږدو. اوس د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د عدالت مؤسسې معاون ډاکټر ودیر صافی د خپرونې موضوعات او بحث تاسو ته وړاندې کوي. شنوندگان نهایت گرامی، قسمی که بحث ما در مورد فساد اداری در افغانستان است، افغانستان وطن عزیز ما از چند سال به این طرف از طرف سازمانهای مختلفه بین المللی جهان گاه به حیث سومین و گاه هم دومین کشور و در این تازگی ها درجه اول در فساد اداری کسب کرده و درجه اول در کشورهای جهان از لحاظ فساد اداری حائز گردیده و همچنان سروه های پی در پی رابطه میان نبود امنیت و فساد را تصدیق نمودند. فساد تنها بخشی از سلسله مراتب قدرت نبوده بلکه بالای زندگی تقریبا هر افغان تأثیر گذار بوده و از همین رو افغان ها اعتماد به حاکمیت قانون و حکومت خود را از دست دادند. تقریبا بیش از 10 سال می گذرد که بعد از حضور جامعه بین المللی در بازسازی افغانستان کاملا واضح است که افغانستان از قسمت فساد خیلی آسیب دیده و این آسیب به یک مشکل روزافزون و متداوم مبدل گردیده است. فساد باعث شده تا مردم به حکومت افغانستان بی‌اعتماد شود و مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی را نیز زیر سوال ببرد. استراتژی ملی مبارزه با فساد که تحت استراتژی انکشاف ملی افغانستان به وجود آمده چندین مکانیزم کلیدی را به مقصد مبارزه بر ضد فساد ارائه می‌دارد. از جمله این اهداف استراتژیک تحکیم مبارزه اجرایی علیه فساد و آگاهی از فساد و نیز ارزیابی مؤثریت اقدامات مبارزه علیه فساد می باشد. من حیث بخشی از تلاش هایی که از طرف حکومت افغانستان و جامعه بین المللی با منظور پیکار با فساد انجام شده، یکی هم ایجاد استراتژی مبارزه علیه فساد بوده و 6 عامل است که باعث گسترش فساد می گردد و ای عوامل قرار زل بر شما قرائت میکنم. 1. تصرف ثروت های طبیعی کشور. 2. انهدام مالیه عمومی مشخصا بخش گمرکات و تعرفه. 3. قاچاق. 4. تخصیص اجباری زمین و املاک. 5. مقاطع کاری نقل و انتقال اموال و خدمات. 6. تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدره. نظر به استراتژی متذکره، این 6 عامل
من حیث وسیله به خاطر حفاظت از منافع نامشروع و توانمندی به خاطر انجام جرم باعث فشار بر فساد اداری و سوء استفاده از آن می گردد. هدف از این استراتژی کاهش فساد در بخش قضایی و همچنان تمام سطوح حکومتی تا آخر سال 2013 می باشد. بدین لحاظ این برنامه رادیویی بخشی از رویکرد جامع برنامه وسیع مؤسسه عدالت افغانستان در مبارزه علیه فساد بوده تا بدین وسیله سبب اعاده تمامیت به جمهوری اسلامی افغانستان گردیده و اتباع این کشور در پیشرفت افغانستان سهیم شوند. از جمله میزان فساد، فساد بزرگ یکی از موانع عمده در راستای انکشاف یک کشور به شمار می رود. موضوع فساد در کابل بانک یکی از مثال های در نوع خود به حساب می آید. در چارچوب فساد بزرگ غارتگری از جمله زیانبارترین فسادها بوده که در پیشرفت افغانستان تأثیر منفی داشته و نیز در این کشور خیلی شایع می باشد. در یک کشور ضعیف مانند افغانستان اراده سیاسی و بالا بردن ظرفیت مبارزه علیه فساد جهت پیشگیری از فساد غارتگری در یک امر ضروری می باشد. بدبختانه افغانستان فاقد هر دو بخش است. حسابدهی دولت و پرداخت مالیات هر دو به طور مساویانه در امر مبارزه علیه فساد اداری نقش بسزایی دارند. اقتصاد افغانستان تا حد زیاد متکی به کمک های ممالک تمویل کننده بوده، بنابراین اتباعی که مالیه نمی پردازند نمی توانند مقامات دولتی را نیز حسابده قرار دهند. به عبارت ساده، مردم در مورد حسابگیری از مقامات حکومتی در مورد فساد به دلیل این که آن را از خود نمی دانند انگیزه ندارند. مؤسسه عدالت افغانستان بر پیشنهاد در امر مبارزه با فساد اداری دولت بر اهمیت وضع مالیات و حسابدهی دولت هر دو تاکید می نماید. در پروگرام امروزی ما از استادان محترم وارد در مسئله، محترم استاد نصیرالله خالد و محترم استاد محمد اکبر زاهد دعوت به عمل آوردیم تا با ما یک جا اشتراک بکنند و در مورد فساد اداری برای فهم هرچی بیشتر ما و شنوندگان محترم توضیحات ارائه بدارند. ما در قسمت اول سوالای خود با استادای محترم راجع می سازیم. محترم استاد خالد، لطفاً در مورد فساد به صورت عموم و فساد اداری معلومات ارائه نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام و احترامات خود را خدمت شنوندگان محترم رادیو ملی افغانستان تقدیم می دارم و همچنان از مؤسسه محترم عدالت افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان اظهار سپاس میکنم که ما را به این میز گرد دعوت نمودند. در رابطه به فساد اداری باید گفت که فساد اداری متشکل از دو واژه هست، فساد و اداری. فساد در لغت ضد صلاح هست و زمانی که فساد استعمال میشه مراد نقض و شکستن یک سلسله هنجارها و ارزشها است. وقتی که ما اداری میگیم نسبت به اداره است و مراد از اداره در اینجا ادارات عمومی است که شامل ادارات دولتی، مؤسسات عامه، تصدیهای دولتی، ادارات مستقل همه میشود. پس بنابراین گفته میتونیم که فساد اداری عبارت است از شکستن و یا نقض یک سلسله هنجارها، هنجارهایی که مربوط میشه به ادارات عمومی. به این معنا که در جرایم فساد اداری دو نقطه مهم است. اول این که یک سلسله هنجارهای مشخص باید نقض شود. دومی که این نقض از طرف یک سلسله اشخاص خاصی باید صورت بگیره که به نام موظفین خدمات عامه یاد میشه. در رابطه به هر دو نقطه قوانین جمهوری اسلامی افغانستان توضیحات ارائه کردند. در رابطه به نقطه اول که کدام موارد اگر نقض شود ما او را فساد اداری میگیم،
ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری تقریبا 18 مورد را من حیث جرایم فساد اداری عنوان کرده. البته در ظاهر 18 مورد است، ولی اگر ما در واقع نگاه کنیم تفصیلات آن را قانون جزا تفصیلا بیان کرده که تعدادش بسیار زیاد میشه. ای در نقطه اولش که عبارت از نقص یک سهنجار ها است که شامل اختلاس، رشوت، اطلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تزویر اسناد و غیره مسائل میشه. از طرف دوم این نقض هنجار ها باید ضرور است که از طرف اشخاص خاصی باید صورت بگیره که بنام موظفین خدمات عامه یاد میشن. موظفین خدمات عامه را ماده 12 قانون جزای افغانستان تعریف کرده که شامل 4 کتگوری اشخاص میشه: مامورین و اجیران دولت و تصدی های دولتی، مامورین و اجیران مؤسسات عامه، اعضای ارکان دولت و جرگه های ولایتی و محلی، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود و سایر اشخاصی که تصادیقشان نزد دولت معتبر شناخته میشه. البته باید یک نقطه را علاوه کنم که قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری ساحه جرایم فساد اداری را یک اندازه وسیع تر ساخته. ماده هفتمش یک سلسله ارگان های دیگری را هم شامل جرایم فساد اداری ساخته، از جمله مثلا بانک هایی که طرف معامله مالی با دولت هستند، حتی تشبثات خصوصی که در معامله مالی با دولت طرف هستند. پس بنام گفته میتونیم که فساد اداری شامل ارتکاب اعمال مندرج ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتژی زمانی که از سوی موظفین خدمات عامه و اشخاصی که در ماده هفت قانون نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری ذکر هست میباشد. بسیار تشکر استاد محترم. یعنی ما تو یک نتیجه میگیریم به صورت عمومی که اگر یک تعریف خلاص کنیم، فساد و فساد اداری عبارت از سوی استفاده از قدرت به نفع شخصی است، نه به منافع عامه. سوی استفاده به نفع شخصی است. به هر صورت میخواهیم که از محترم استاد زاهد از لحاظ چون یک مملکت اسلامی است افغانستان و اگر فساد در اینجا هست یک کم باید بفهمیم که از لحاظ شریعت اسلامی فساد چگونه من است و در مورد فساد چی ارشادات وجود داره. میروانی. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم. زهم پخپلوار سره گرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او همدارنګ د افغانستان د عدالت له مؤسسې او د رادیو د ملي رادیو تلویزیون څخه هم مننه کوم چې موږ ته یې بلنه راکړې په دې پروګرام کې. د فساد په هکله د اسلامي شریعت له نگاهنه زه غواړم چې دغه موضوع له دوه دیدګاهو څخه، اول دا چې فساد په قرآن کې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فساد په هکله څه شی ویلي دي. په سر کې غواړم دې نقطې ته اشاره وکړم چې خپله فساد هغه پدیده ده چې په بار بار په قرآن کریم کې ذکر شوې ده. تقریبا له 500 ځله زیات د دې کلمې مشتقات په قرآن کریم کې ذکر شوې دي، په مختلفو معناو راغلې ده. دا فساد که څه هم خالد صاحب ورته اشاره وکړله، هغه معناوي چې نن په قانون کې راغلي دي هغه معناو ته هم شاملېږي، ولی قرآن کریم او یا اسلامي شریعت فساد لږ څه وسیع تعریف کړی دی. فساد یې قتل، ویرونې، د ګناهونو ارتکاب، شرک، لاشکونې، پناحقه د خلکو د مالونو اخیستل، فاسد حکومتولی او داسې نورو ته شاملېږي. د مثال په توګه کولی سو یو دوه آیتونو ته زه اشاره وکړم. هغه دا چې په قرآن کریم کې په یو ځای کې الله جل جلاله فرمایي، د ملایکو وینا راوړي، وایي چې هغوی خدای پاک ته شکایت کوي، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، آیا تاسو هغه کسان په ځمکه کې پیدا کوي چې هغه به فساد کوي او وینې به تویوي؟ دلته له فساد نه یې مطلب د ګناهونو ارتکاب او د خلکو وژل دي. همدارنګه فساد د فقر او د ثروت د له منځه وړلو په معنا هم راغلی ده، چې داسې هم ویل شوي لکه قرآن کریم کې راغلي، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها
ويهلك الحرث والنسل، او کله چې دوی مزمکه کې ګرځي نو دوی فساد کوي پکې او حرث او نسل لمینځ وړي. او بیا خدای پاک فرمایي والله لا يحب الفساد، الله جل جلاله فساد نه خوښوي. دلته یو مشهور مفسر چې هغه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ده او ځین نور مفسرین فساد د فقر او د ثروت د کمیدو په معنا اخلي. همدارنګه همدغه معناوی چې نن قوانین ورته وړاندې کړي چې له موقف څخه ناوړه ګټه اخیستنه دی ته هم الله جل جلاله په یو ځای کې اشاره کوي ولا تبغي في الارض فساد ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. تاسو په ځمکه کې د فساد په لټه کې مکیږئ ځکه الله جل جلاله مفسدین نه خوښوي. او که بلې خوانه راشو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د فساد کلمه په غلول باندې تعبیر کړې او د غلول کلمه ورته کارولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. څوک چې موږ په یو کار وګمارو او یو اندازه پیسې یا معاش هغه ته وټاکو او لغنه زیات هغه اخلي په ناجایزه توګه هغه خیانت ده چې دغه ټولو انواعو ته تقریبا شاملیږي چې هغه اختلاس ده او سوء استفاده یا ناوړه ګټه اخیستنه له وظیفې نه ده. تقریبا دغه موارد په شریعت کې په نبوي ارشاداتو او په آیتونو کې ورته اشاره شوې ده. ډېره مهرباني استاد زاهد صاحب، بیا تاسو سبا بیا راځو انشاءالله. خو اوس به د استاد نصیر الله خالد نه یوه بله پوښتنه به وکړو چې د فعلي حکومت کې زمونږ په دولتي سویه باندې کوم رسمي اقدامات د فساد د جلوګیري دپاره پیشبینی شوي دي؟ قوانین وجود لري نه لري؟ که لطفا په دې یو څه رڼا واچوي اوریدونکو ته. تشکر. طبعا حکومت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر که مسئله فساد اداری یکی از حیاتی ترین مشکلات است، از مهمترین مشکلات است که دولت باید او را از بین ببره، در عرصه سیاست گذاری و استراتژی و پلان گذاری، در عرصه تقنین، در عرصه وضع لوایح و همچنان نهادها کارهای بسیار زیادی را کرده. در عرصه سیاست گذاری و پلان گذاری در سطح بسیار کلیش، ماده 75 قانون اساسی افغانستان زمانی که وظایف حکومت را برمشماره، یکی از وظایف حکومت را میگه از بین بردن فساد اداری است. و همچنان ماده 50 قانون اساسی افغانستان اصلاحات در سیستم اداری را یکی از وظایف دولت عنوان میکنه. همینطور افغانستان میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری را تصویب کرده. بنابراین در روشنایی تمام قانون اساسی افغانستان و همچنان معاهداتی که افغانستان به آن الحاق شده، افغانستان مکلفیت داره که بر ضد فساد اداری مبارزه کنه. در این راستا افغانستان کارهای بسیار زیادی را کرده تا اکنون، هرچند که ما شاهد هستیم که متاسفانه فساد از بین نرفته. افغانستان استراتژی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده. افغانستان قانون نظارت در عرصه قوانین، البته قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری را تصویب کرده. فرمان تقنینی رئیس جمهور راجع به مبارزه مؤثر با فساد اداری وجود داره. و همچنان قوانین سابق ما مثل قانون جزا، قانون اجرات جزایی، چی موقت چی سابقه، در بخش متنی و همچنان در بخش شکلی مسائل مربوط به فساد را تنظیم کرده. ای از یک طرف بود که در سطح یا در بخش وضع هنجارها و قواعد حقوقی بود. در طرف دیگر چون نظام کامل، وقتی یک نظام مبارزه با فساد کامل میشه که ما در پهلوی قواعد ماهوی یک سلسله قواعد اجرایی داشته باشیم و در پهلوی از او یک سلسله تشکیلات داشته باشیم. در عرصه نهادها افغانستان در عرصه های مختلف نهادهای مختلف را ایجاد کرده به خاطر مبارزه با فساد اداری. مثلا در عرصه کشف پلیس به شکل کل مبارزه با فساد اداری میکنن. بعضی ادارات خاص است که مثلا در ریاست جرایم سنگین مبارزه علیه جرایم سنگین، اداره خاص جرایم فساد اداری را پیگیری میکنه، امنیت ملی و همچنان سایر بخش ها. اداره عالی نظارت در تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری هم به اساس فرمان رئیس جمهور من حیث اعضای مسلکیش، من حیث مامور ضبط قضایی شناخته میشه و اونا هم در بخش کشف مبارزه میکنن. در همچنان در عرصه محاکم، ریاست کنترل و مراقبت قضایی در چوکات ستر محکمه که در قانون جدید تشکیلات و صلاحیت محاکم نیز صلاحیت هایش بحث شده، در بخش محاکم در عرصه کشف کار میکنن. این بود در بخش کشف. همچنان در بخش تحقیق
به اساس قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، افغانستان متعهد شده که محاکم اختصاصی و سرانولی های اختصاصی را در مرکز و ولایت ایجاد کنند. به خاطر ایفای همین تعهد خود، فعلا ما سرانولی اختصاصی مبارزه با فساد اداری در مرکز داریم و همچنان در دو ولایت افغانستان به همکاری همین مؤسسه عدالت افغانستان در هرات و ننګرهار یونت ها و یا واحد های جدید سرانولی مبارزه با فساد اداری احداث شده. انشالله که در سایر ولایت هم باید ایجاد شود. محاکم اختصاصی مبارزه با فساد اداری هم وجود داره، هم در سطح محکمه ابتدایی و هم در سطح محکمه استیناف در ولایت های مختلف فعالیت میکنه. در پهلوی آن، بعد از کنفرانس لندن که یکی از مسائل مهم و عمده که در این کنفرانس بحث شد مسئله مبارزه با فساد اداری بود، به تعقیب از این کنفرانس دولت افغانستان یک جا با جامعه بین المللی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد که در عرصه پالیسی سازی و همچنان نظارت و ارزیابی فعالیت میکنه. پس اگر خلاصه بگویم، افغانستان در عرصه های مختلف چی سیاست گذاری است که در استراتژی و قانون اساسی برش برنامه ریزی کرده و هم در سطح تقنین قوانین مختلف را و هم در سطح نهادهای مختلف را ایجاد کرده. من تا چیزی که زیاد مهم است به نظر من او مسئله فعالیت در سطح فرهنگی است. چون ما هر قدر سیاست ها و پلان های خوب داشته باشیم، هر قدر قوانین خوب داشته باشیم، هر قدر امکان های زیاد داشته باشیم، اگر در سطح فرهنگ ما کار نکنیم، این قوانین خوب هیچ وقت مشکل را حل نمی‌کنند. بالکل درست است. ولی برعکس، اگر ما در سطح فرهنگ فعالیت زیاد داشته باشیم، فرهنگ مبارزه با فساد اداری را نزد مردم ایجاد کنیم که خود مردم در فساد سهم نگیرند، چون یک طرف فساد مردم است. یعنی تا کسی که رشوت نده به موظف خدمات عامه زمینش را فراهم نکند، موفق شویم که زیاد کار کنیم. به نظر من این سیاست ها و قوانین و نهادهایی که وجود داره، هرچند نواقصی هم وجود داره، انشاءالله در ظرف بسیار کم همونطور که فساد رشد کرد، انشاءالله همونطور به زودی از بین. بسیار تشکر استاد از معلومات بسیار مفیدتان و راضی چوز استاد زاهد صاحب تا هم لار شو. محترم زاهد صاحب یا وقت خو ده خلفای راشدین و پا وقت که هم که اداره ننگونده نوا او وقت و زمان فرق درلوده، مگر بیا هم ده تکو تا پام شویده چه ده فساد نه څنګه استفاده باید ونشي او یا فساد منځته راینشي. په هغه وخت کې تاسې څه معلومات ګرانو اورېدونکو ته ورکولی شئ چې تدابیر ورته نیول شوي وو چې د فساد مخه ونیول شي؟ مننه. زه غواړم دې ټکي ته اشاره وکړم چې د راشده خلفاو په زمانه کې هم ډېر کوټلي ګامونه پورته شوي و او یو سلسله داسې اقدامات کړي وو چې فساد یې له منځه وړی و. که څه هم اداري فساد په نننۍ کچه چې په نړۍ کې وجود لري په هغه زمانه کې موجود نه و، ولی بیا هم یو سلسله داسې اقدامات و چې ځینې اقدامات د حکومت له طرفه پورته شوي و، ځینې داسې اقدامات و چې هغه خلکو لاس پې پورې کړی و او فساد یې له منځه وړی و. که د بېلګې په توګه موږ ورته اشاره وکړو، هغه مهم اقدامات چې دوی کړي و، د هغو په قدم کې کار اهل کار ته سپارل و چې شایسته سالاري ورته وایي، او په دې اکله باندې ځینې آیتونو هم ډېر ټینګار درلوده. په قرآن کریم کې یو ځای کې الله جل جلاله فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله جل جلاله فرمایي چې خدای پاک تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د همدې آیت په تفسیر کې لیکي چې دلته حکمرانانو مسلمانانو ته عمراو ته اشاره ده چې کار خپل اهل کار ته وسپاري. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت له ځینو علامو څخه دام شمیرلې ده، ګڼلې ده چې کار اهل کار ته ونسپارل شي. او عربي راځي او پوښتنه ترینه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به قیامت رامنځته کیږي؟ او راځي به بیا دی ورته وایي چې کله امانت له منځه لاړ شي. او بیا پوښتنه کوي چې کله به امانت له منځه ځي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، فرمایي چې اذا وسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه. کله چې کار اهل کار ته ونسپارل شي، نو د قیامت انتظار باسي. همدارنګه که چیرته موږ راشو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم داسې اقدامات شوي و چې د بېلګې په توګه زه ورته اشاره کولی شم. والیان به خپل ټاکل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې خپلوان، د صحابه او ځینې لوی صحابه هغه به په کار نه ګمارل، او د دې له ویرې نه چې کیدای شي مالي تورونه ورپورې شي او بیا د هغو محاسبه ګرانوي.
همدارنګ خپل خپلوان به له دولتي پوسټونو څخه محرومول او د دې په حق لبانې ځینې داسې روایتونه هم شته چې یو ځل یو کس دته وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کوفې دیوالي دپاره یو کس لټوي او بیا یو کس ورته وایي چې ستا زوی عبدالله به ورته مناسب کس وي د دې پوسټ دپاره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ډیر قهر او غصې سره هغه ته وایي خدای دې تا ووژني، قسم په خدای چې دغه کلمه تا د خدای د رضا دپاره نه ده ویلي. نو همدارنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې هکله باندې مهمترین ګام او مهمترین اقدام دا و چې د کار د ګمارلو په سر کې به یې لومړی ظرفیتونه او توانایي د خلکو کتلې او بیا به یې ورسره تقوا او تواضع هم په پام کې نیوله. د دې سره دوهم ګام چې دوی کولو د دولت د مامورینو د شتمنیو ثبت و چې نن هم ورته په قوانینو کې اشاره شوې ده او همدغه موضوع ډېر جدي نیول شوې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل وار سره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټولو به د والیانو شتمنۍ ثبتولې او بیا به یې محاسبه ورسره کوله. په داسې حال کې که چېرته هغوی به قناعت ځواب به یې نه درلود، قانع ځواب چې زیاته شوې به شتمنۍ به یې هغه به یې مصادره کولې چې نن ورته مصادره کلمه وایي په هغه وخت کې به یې مستردولې، او که به یې داسې صورتونه پیښېدل چې تجارت به یې کړی و، یو والی به یې لیږلی و، ناوړه ګټه به یې اخیستې وه او د تجارت به هغه کړی و، نو په دې صورت کې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال نیم بیت المال ته لیږل، په دې دلیل سره چې د هغه سرمایه چون خپله ده ولې کار یې د دولتي موقف نه ترسره کړی دی. او همدارنګه مسلسله څارنه موجوده وه په هغه وخت کې، ټول کسان به یې څارل. د دې په هکله باندې دا هم راغلي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس چې هغه والی ټاکلی و محاسبه یې کړه، او هغه ورته وویل چې دا ځینې مالونه دي دا مې بیت المال ته راوړي، ځینې ما ته هدیه راکړل شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل چې هلا جلست فی بیت ابیک امک فیهدا الیک، که چېرته ته د خپل کور کې ناست وای له پلار و مور سره تا ته هدیه درکول کېده، دا هدیه دي چې بیت المال ته ورکړل شوي دي، نو بیا هدیه ترې نه اخلي، بیت المال ته یې لیږي، مصادره کوي. او همدارنګه که چېرته موږ وګورو دوی ډیر زیات دغه څارنه اول له خپل کورونو نه شروع کوله په دې هکله باندې. حتی داسې یو مقوله یا یو قول حضرت عمر رضی الله تعالی عنهنه په دې هکله مشهور راغلی چې کله به یو نهیه کوله منع به یې کوله له هره موضوع څخه، اول به یې خپل کور رادعوته او بیا به یې دا خبر ورته کوله چې انی قد نهیت الناس عن کذا و کذا، ما خلک لذيذ شيت خمنا كل دي أو خلق إنهم ينظرون إليك كنظرة الطير إلى اللحم، خلق داس تاستا فام لري أو متواجدي لك شيء مرغ وحدة متواجدة. بالكل. وكوشش وقي شيء الذين زان وسطي أو بيبي ورتيني قسم بخداي كشيرتا لا أوتي برجل منكم فعل الذي نهيت الناس عنه إلا ضعفت عليه العقوبة، قسم بخداي كشير تاسو يو همزة بيداكم شغل سنة ما خلق منا كل يو وغا ترسلك ليزبا و چند عذاب غطا بکن. دیر مننه استاد زاید صاحب، دیر مفید معلوماتو او کچه تریکتی هم سره اسلامی شریعت تا او ارشاداتو تا خپل نظر واچه و اغا پیروی او کی حتی دا قوانینو تا حاجت نو پاک باوی طولنه ده فساد زینه، امید ده چه هم داسی اوشی. دیر لند صورت سره غوارم چه لکسنگه چه استاد خالد رو تا اشاره وکړه، انواد فساد تا چه رشوت ده، اختلاس ده، سوی رویه ده، موظف ده خدمات و همه ده، که دیر لند صورت سره ما تا اوهی چه سه دولونه پا اغا وقت که ده فساد پیش بینی شوی و دیر لند داسه په یو جمله کې یادو جمله زکه وایم دغه نن چې په قانون کې خالص ورته اشاره وکړه، تقریبا ولس صورتونه د قانون د ازداری فساد وړاندیز شوی دي، تقریبا اکثر په زمانه کې موجود و، لغه سره مبارزه او لغه سره دغه د مخنیوي لپاره هڅه هم شوی وي، ناوړه ګټه اخیستنه په وخت کې مر سره جدي قابله کې د مبارزه سره کېدل، اختلاس یو لغه موضوعاتو نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګار پی درلود. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ځي کله یمن ته لیږلم، ما ته ویل لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول، کچیرته تاسو یو شی بیل لمال اجازه څخه واخیستل نو هغه فریب ده، غلول ده او ظلم ده. ډیر زیات تشکر، همدونه کفایت کوي. اوس به اوریدونکو ته ورشو. بله ګرانو دوستانو، اوس هم د دې وخت را رسیدلی دی چې تاسو په خپرونه کې ګډون وکړئ، نو موږ ستاسو زنګونو ته منتظره یو. زموږ د ټلیفون شمیره ده
سفرشل دریویشت لس و سوا و دو سلویخت سفر بیست بیست و سی ده هفت سد و چلو دو شماره تلفون برنامه است. شنونده های عزیز شما میتونین که تماس بگیرین و سوالات که دارین مطرح بسازین که یکی از کارشناس های ما به شما پاسخ خواهد دادن. خوشبختان اریک حمله رو دیتا زواب برکنید. بله فکر کنم چه قطع سولا نورو اریکو تا هم منتظر ایو. 020-23-10-742 شماره تلفون برنامه است. شما میتونین که زنگ بزنین و سوالاتتان را مطرح بسازین. تر تو چه اریک رازی بست و استاد بلکل. دوام برکنید. بلکل دیر منه نه تر ار وقت چه کم اریک راغلا کولشی چه من او دراوی بیا با بیا جواب تا ده اوریدون کوار شو. محترم استاد خالد شما به انواع فساد اشاره کردین، مثلا یکی از او جمله رشوت بوده، دیگهش اختلاس بوده، میشه که راجع به رشوت یک توضیحات به خانه جنندهای محترم بتین و فرقش با اختلاس چی است؟ بعد از او باز البته بالای روی سوی موظفین خدمات عامه هم صحبت خواهیم کرد. مسئله رشوت یکی از جرایم انواع مهم جرایم فسادداری شمرده میشه که گستردگیش هم بسیار زیاد است و ضررش هم بسیار زیاد است. قانون جزای افغانستان در ماده 254 الا 267 جرایم رشوت را رسیدگی نموده، جزاهایش را هم پیش بینی کرده. اکثرا جرم رشوت من حیث یک جرم نگاه میشه، ولی در واقع اگر ما فصل مربوطه قانون جزا را نگاه کنیم تقریبا از 5 نوع جرم صحبت میکنه. خب در کل اگر ما بخوایم رشوت را تعریف کنیم، رشوت عبارت است از اینکه یک موظف خدمات عامه به هدف اخلال در وظیفه، اجرای یک عمل یا امتناع از یک عمل از مردم مال، پول نقد یا یک منفعت را میگیره، چی خودش بگیره، چی طلب کنه، چی دیگرا بر ازی عرضه کنه و ای قبول کنه. بنابراین جرم رشوت یک جرم است که فقط با مجرد طلب نمودن هم تکمیل میشه. بنابراین شروع به جرم رشوت حیثیت جرم کامل را داره. یعنی همی که موظف خدمات عامه از یک کسی که به این مراجعه کرده مطالبه مال را یا کدام منفعت را، چی مادی باشه چی معنوی، یا دارایی را، پول نقد را مثلا باشه یا هر نوع دارایی باشه، اگر مطالبه کرد چی او برش بته یا نه، تا جرم رشوت تکمیل شد. و یا حتی اگر این مطالبه نکنه، از طرف مراجعه برازی پیشنهاد شود و ای قبول کنه، ای قبول کرد، بازم جرم رشوت به وجود آمده. حتی اگر موافقیشان هم نشده باشه، اما تو مثلا کار از او انجام بده، او بیای برش یک سلسله مال را تقدیم کنه و ای بپذیره. یا تو خواب بتا تماس میگیریم. بله خوش آمدین به برنامه. و علیکم سلام، خوش آمدین به برنامه. نامتان و از کجا به تماس شدین؟ وارث هستم از شهر کابل. اول با خدمت مهمانای محترم شما سلام عرض میکنم. علیکم سلام. ما شما خود جریان میبینیم که در وطن ما یا در حکومت ما فساد زیاد است، رشوت زیاد است. مهمانای محترم زیاد تصویر سر درست دادن. یک راهکار عملی را اگر برای ما نشان بدن، بگویند که یک گپ روی حل عملی باشد. تو زیاد از رادیو و از برنامه ها شنیدیم، برنامه ها زیاد است. بله. رای حل عملی را که در روی سالوانی ما بیان دوسیه ها زیاد است دیده بسیار در هر جای، در هر جای هم همین تطبیق عملی از چی وقت شروع میشه؟ همین تاکید برای ما یک پیشنهاد رای حلش و استادای محترم اگر داشته باشن. تشکر برادر عزیز از تماستان، متوجه جوابتان باشیم. خدا نگهدار. استاد محترم خالد، سوال فهمیدیم که دوست ما آقای حارس از کابل میپرسند که این برنامه ها بسیار شنیده میشه و دوسیه های بسیار فراوان هم در لوی سارنوالی وجود داره، چی راهکار عملی پیشنهاد میکنیم و میشناسیم که بتانه قطع کنه راه فساد و فساد در جامعه؟ واقعا سوال از این برادر بسیار بجا هست و مثل که ما قبلا اشاره کردیم، واقعا که قوانین بسیار زیاد ما داریم، ادارات بسیار مختلفه، کمیسیون سر کمیسیون ایجاد شده، ولی ایواز از این که فساد کم شده، متاسفانه روز به روز فساد زیاد شده. بنابراین سوال نزد مردم است که چطور راهکارش چیست، چطور
ما فکر میکنم که طبعا در استراتژی هم اگر ما نگاه کنیم، در قوانین هم اگر نگاه کنیم، راهکارهای مبارزه با فساد هم شرح شده بسیار به تفصیل، ولی من نمیخوام به اون تفصیل مسلکی سرش بحث کنم، فقط چند نقطه بسیار بسیار مهم را میخوام اشاره کنم که پیشتر استاد زاهد هم به او اشاره کرد که در صدر اسلام صحابه کرام و پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون نقطه زیاد توجه داشتند. به نظر ما چند نقطه اگر ما بتانیم و یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان بتانه یک اعمال را انجام بده، من متوقن هستم که فساد انشاءالله گم خونه خود شد و علی گرافش بسیار خواهش میابه. بلکل اولین نقطه او مسئله یک اراده سیاسی بسیار قوی هست. واضح اراده سیاسی قوی اگر نباشه از رأس دولت و از بزرگا به خاطر از بین بردن فساد، فساد گم نمیشه، چون اکثریت فساد را اشخاص مرتکب میشن که اونا صاحب نفوذ هستن. افراد عادی محاکمه میشن، بیچاره مجازات میشن، ولی اشخاصی که صاحب نفوذ هستن و اونا مرتکب اکثر جرائم فساد بزرگ میشن، متاسفانه به اونها کسی چیز نمیگشنه یا حتی از اونها حمایت صورت میگیره. بنابراین حتی هم انگیزه مبارزه فساد هم نزد مراجع تطبیق قانون ضعیف میشه. بیشتر استاد زاهد اشاره کرد که چطور حضرت عمر رضی الله عنه از بزرگا شروع میکرد و حتی اعضای فامیل خود را. اینجا متاسفانه وقتی که عضو فامیل ما باشه ما از او حمایت میکنیم، بلکن. در حالی که حضرت عمر مثلا میگفت اگر شما مرتکب شده من جزای شما را دوچند میسازم. اینطور یک اراده سیاسی بسیار قوی که کس نه خیش خود ببینه، نه قوم خود ببینه، نه هم نژاد و هم مثلا هیچ چیز نبینه، حاکمیت قانون باید تطبیق شود. هر کسی که مرتکب جرم شد قانون باید امرش تطبیق شود. این یک نقطه بسیار مهم است که البته مربوط میشه به مسئولین و بزرگا، از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و تا سایر بزرگایی که مسئولیت تطبیق قانون را در رأس دارند. یک نقطه. نقطه دوم، فساد را کی مرتکب میشه؟ فساد را انسان ها مرتکب میشه. وقتی که انسان فاسد شد خود به خود ازش فساد سر میزنه. بالکل. بناهن دولت جمهوری اسلامی افغانستان بهترین شیوه مبارزه با جرایم است که ما علل و ریشه های جرم را به اصطلاح موشگافی کنیم، بشناسیم، با عللش مبارزه صورت بگیره. نشینیم تا اینجا که جرم صورت بگیره بعدن باز ما بیاییم با جرم مبارزه کنیم. بعضی ها خوب میگن فقر است و یک پاس، ولی فقر در سابق هم بود، ولی چرا مردم رشوت نمیگرفتن؟ مردم از بیت المال ما در آموزه های خود، در فرهنگ خود، در تاریخ خود، از نیاکان خود شنیدیم که با وجود که یک فامیل از فقر در تحت خط فقر زندگی میکرد، ولی از مال بیت المال بسیار زیاد میترسید، بسیار زیاد میترسید. بنابراین مسئله ایست که افراد صالح باید، معارف ما باید جور شوه، مساجد ما باید جور شوه، میدیا و رسانه های ما که امروز به حیثیت قوی چهارم را دارن، یعنی نقششان در جامعه بسیار زیاد است، ایواز از سریال ها خب در پهلوی از چیزها باید یک وقت کافی به خاطر انسان سازی بتن که تعلیم و تربیه هم شوه. بله. و همچنان در بخش گماشتن در وظایف و انتخاب به وظایف، مثل که پیشتر زاهد صاحب اشاره کرد که در صدر اسلام در قوانین ما این چیزا گفته شده که دو نقطه بسیار زیاد مهم است. نه تخصص تنها کافی است، نه تقوا و پرهیزگاری تنها کافی است. کسی که تخصص تنها داشت ولی تقوا نداشت، طبیعی است که مثل عوام که میگه که وند خدا پیدا کرد دیگه با صبر نمیگه، و یا تقوا داشت تخصص نداشت. اینی چند نقطه رعایت شد به نظر من انشاءالله فساد تشکر و ما بفرمایید به نیم دقیقه دیگه. دوم مسئله بسیار زیاد مهم که است، قانون تطهیر پول باید تطبیق شود. از خاطر چی؟ از خاطر کسی که مرتکب فساد میشه، چی اختلاس باشه، چی رشوت باشه، به خاطر چی مرتکب جرم میشه؟ جرم مالی کلش انگیزه شیست که مجرم میخواد از عایدات که از این جرائم به دست میاد استفاده کنه. عایدات نامشروع. بله. از عایدات از این پولهای سیاه استفاده کنه، نیازهای خود را برطرف بسازه. اگر واقعا دولت افغانستان زمینه استفاده از این پولهای سیاه را تنگ بسازه، در بخش مصادره، در بخش قانون تطهیر پول درست تطبیق شود، خود به خود دیگه مجرم نمیتونه. چرا؟ رشوت بگیره ولی نتونه بر مردم ظاهرش بکنه، نتونه خریداری کنه، بنابراین خود به خود جرم رشوت کم میشه. و ما در پالوش استاد محترم فکر میکنم مثل که در کشورهای پیشرفته جهان امروز وجود داره، اگر مسئله تادی معاشات مردم، امرار حیات مردم در جامعه از فامیلشان سنجیده شوه، با چی تعداد فامیل دارن، در کدام سن و سال قرار دارن، آیا کار دارن یا ندارن، و مطابق از اوی احتیاجات هر فامیل به سطح مملکت سنجیده شوه و برشان از طرف دولت پرداخت شوه، با ضرورت به
گرفتن رشوت و خیانت و راه های غیر مشروع نیست. متاسفانه در افغانستان ما اصلا به این مسئله توجه نشده. یک نفر کار میکنه، به 7 نفر در فامیل، 5 نفر در فامیل نان میته و کرای خانه میته، کرای ترانسپورت میته، همه مصارف به دوش یک معاشخور است به اصطلاح عوام ما. شما به این هم باید دولت توجه کافی بکنه. و ما میخوایم که در عین سوالی که برادر ما حارث پرسان کرده، از لحاظ دینی هم، از لحاظ شریعت هم، برای راهکارهایی که موجود بوده در وقتش و هنوز هم مریول اجراس واضح است، کدام راه هاست که جلوگیری از فساد شده میتونه در شریعت؟ زه هم په خپل وار سره یو دوه ټکو ته اشاره کوم. اول دا چې خالد صاحب او تاسو هم ورته اشاره وکړله او مهرباني وکړه چې دولت اراده، سیاسي اراده را ولري او سیاسي اراده یې قوي شي. د دې تر څنګ زه صاحب تاسو خپل خبره په یاد وساتئ، دا بله پوښتنه ما خو بیم. بالکل بله بله بفرمایئ. رادیو ملی افغانستان در نامه با هم در برابر فساد اداری بفرمایید. از کی هستین؟ از کجا به تماس شده؟ سلام علیکم. سلام بر شما و بر مهمانان گرامی شما. علیکم سلام. نامتان؟ اسم رجمی کنی خواهد گرامی از غوربند. بفرمایید برادر عزیز، سوال تان را مطرح بکنید. بکنید برادر عزیز، هر قانونی که شما در صفحه کاغذ مانده، در صفحه کاغذ مانده کدام عملی کنم؟ با اولسوال که زنگ میزنی، اولسوال چه جامعه با والی زنگ میزنی، والی با وکیل امور زنها که زنگ میزنی دیگه تلفن در نمیتایی. فساد در کجاست؟ فساد در خود رئیس جمهور و وزارت و در کلانترهای دولت هست دیگه. نمیتونه کس که مثل ما والی بیوه و بیچاره بگیره قانون نکنه از سر یک. از شما مینمی آرزو را دارم که از خود وزارت شما جدی بگیره تا والی و رسول از رئیس جمهور گرفته تا والی و جوالی را کن به فساد کم است. این دیگه من نمیفهم که فساد چه وقت تدبیق در مطمی چرا کم میشه. چیزی که ظلم سر زن مرد و دولت سوالی و خارجات منطقه زمان درسته نمیگیم که در منطقه یا دولت سوالی در وزارت چی گفت است. با منظرات دیگه خیلی خواهش میکنم. خواهر عزیز تشکر بسیار زیاد که تماس گرفتین به برنامه. میشنویم که مهمانای برنامه ما برشان چی گفتنی دارن. ما اشاره دیتا کوله چه دی سیاسی اراده تر چنگ جمعی اراده دی خلق و اراده دا هم دی فساد دی مخنیوی دی پاره دیر ضروری گنه لیکی گی. الله جل جلاله پا قرآن کریم که فرمایی ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس. فساد په وچو په بهرونو کې دا چې پزمکه کې را ظاهر شوی دی، د دې یو لوی عامل دا دی چې خلکو هغه کارونه هغه کړنې د دې لامل شوي دي چې فساد را باندې ځي. د دې تر څنګ همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ورته اشاره کوي چې ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه او شكا يعمهم الله بعقابه. که چیرته خلق یو ظالم وویني، یو کس وویني چې هغه ظلم کوي، هغه اختلاس کوي، هغه د بیت المال مال لوټوي او داسې نور ظلمونه کوي، رشوت اخلي، او د دغه کس په مقابل کې، د دې ظلم په مقابل کې دوی ونه دریږي، نو امکان لري چې دا عذاب به الله جل جلاله عام کړي. نو زه فکر کوم چې د یوې سیاسي ارادې تر څنګ د حکومت د مسؤلیتونو تر څنګ جمعي اراده هم ضرور ده. او بل ټکي دې ته هم اشاره کوم چې موږ په حکومت کې مختلفې قوې لرو، او پارلمان هم په خپل وار سره کولی شي د دې کې نقش ولري. لکه څنګه چې تاسو د حکومت رول ته اشاره وکړله، کولی شي په دې هکله د قوانینو دقیقو قوانینو جوړول چون په وده لري، بیا له قوانینو څخه څارنه هم د دوی وظیفه ده، دنده ده چې خلک هم باید په دې دنده کې د پارلمان سره همکاري وکړي، او یو ځای دوی ټول کوشش وکړي چې د دې پدیدې او د دې مشکل چې موږ نننۍ ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده مخنیوی وکړي. بالکل بالکل، ډېر مهرباني استاده. خو دې به سوال که از غربند هموطن ما ارائه کردن که ما فساد در کجا میبینیم؟ در مقامات بالاست. ما چطور میتونیم اگر به آمرین خود مثل ولسوال والی دیگه تلفون کرده بریم هیچ کس جواب نمیده، چطور پس میتونیم فساد گم کنیم از جامعه؟ بله پختن مخلو بیادار خب بله بم مخلو سعیس. بله بله بفرمایید. رادیو ملی افغانستان برنامه با هم در برابر فساد اداری. بله سلام علیکم.
زحمت میتونم نام نوریه. بله نوریه جان بفرمایید سوال دارم مطرح بکنید. یک نظر داشته باشم در مورد برنامه شما که برنامه بسیار خوب پیش میکنین و نظریات بسیار خوب از صدای محترمی که دعوت کردین از ما شنیدیم، گفتای بسیار دقیق و معلومات بسیار خوب دادن. تشکر. من صرف میخواستم بگویم که هم در ممالک دیگه دنیا هم ما و شما میبینیم که فساد اداری وجود داشت، بعد ممالک مبارزه کردن تا حدی از بین بردن. آیا لازم نیست برای دولت افغانستان که از تجارب این ممالک بیاموزه و راههای حل را برای بندازه که فساد اداری حداقل که گم نمیشه یکمه کم شود؟ بسیار زیاد تشکر نوریه جان و بسیار نظری خوب داشتین و باید بیاموزن از کشورهایی که فساد در اوجه چی قسم گم کردن و حال هم به یکی از استادای خود در امی مورد و در موردی که از غربند خوار ما هم سوال کردن که فساد در مقامات بالاست و همچنان با استفاده از تجارب دیگر کشورها که فساد در اوجه کاهش یافته و یا کاملا از بین رفته، استاد محترم نصیرالله خالد بر شما معلومات را خواهد کرد. اول در رابطه با سوال همشری بسیار محترم ما که از غربند تماس گرفته بودن، می خواهم یک نقطه را بگویم که اکثر مردم افغانستان متاسفانه از بزرگای دولت می نالند در این بخش. بله. که بخش اعظم از این که فساد از بین نمی ره سببش مربوط به اینها می شه. ما می خواهم یک چیز برای مردم افغانستان بگویم که این بزرگها را کی انتخاب کرد؟ بلکه. اگر رئیس جمهور است مردم انتخابش میکنه، اگر اعضای پارلمان است مردم انتخابش میکنه، این وزرا که است ایره کی وزیر میسازه؟ خب رئیس جمهور که از طرف مردم منتخب شده، برای پارلمان که از طرف بلکل. مردم منتخب شده، اینا رو پیشنهاد میکنه، ترشح میکنه، بلکل. اونها رای اعتماد برش میتن. پس بنان اگر ما موشگافی کنیم، در حقیقت حکومت آل از آن مردم هست، خود مردم حاکمیت دارن در قالب حاکمیت قانون. بنام ما از همشری بسیار عزیز ما که ما این انتخابات را در پیش رو داریم، ما از تمام مردم افغانستان این دعوت را میکنم که اگر واقعا شما میخواین که با فساد مبارزه صورت بگیره، اگر واقعا میخواین که یک حکومتی به وجود بیاد که خدمات عمومی را از معارف گرفته تا تحصیل تا پاکسازی شهرها تا احداث سرک ها به شکل بسیار خوب برای شما انجام بده، بیاین از اوتر اشخاص حمایت کنین که اونا فاسد نیستن، اونا یک اراده سیاسی بسیار قوی دارن، اونا به اصطلاح ثابت کردن و تجربه نشان داده که اونا اگر در قدرت برسن فساد را از بین میبرن. پس بنان به نظر من است که همه چیز پیش مردم هست، من تا مردم نیاز به این داره که به اصطلاح جمع شه و باشن متحد باشن. این بود در رابطه با سوال همشری ما از غربند. در رابطه با همشری ما نوریه جان که از کابل تماس گرفته بود، طبیعی که ما دولت افغانستان همواره در صدد ازی است که از تجارب کشورهای خارجی استفاده کنه و در این بخش کنفرانس ها و سمینار های بسیار زیاد صورت گرفته. همین میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری که افغانستان تصویب کرده، در حقیقت در این میثاق مشوره های بسیار بسیار زیادی وجود داره که افغانستان یک اندازش عملی ساخته ولی یک اندازه دیگه هنوز هم عملی نشده. بسیار چیزهایی است که دولت افغانستان باید او را جرم‌انگاری کنه که ولی هنوز نشده. چیزی که زیاد مهم است به نظر من که در بسیار از کشورهای اروپایی هم صورت گرفته و ما در تاریخ خود در صدر اسلام داشتیم که مثل پیشتر زایس اشاره کرد، او است که مراقبت از افزایش دارایی ها باید صورت بگیره. دولت افغانستان آل مثل سبزه واره در کابل اپارتمان ها و بلند منزل ها میرویه، بلند شده میره و همونطور که پیامبر صلی الله علیه گفته بود در آخر زمان مردم در بلند منزل سازی با هم چی میکنن؟ به اصطلاح رقابت میکنن. خب سیالی. حکومت باید از اینا پرسان کنه، یا باید مکلفیت پیدا کنن که منبع مشروع از دارایی های خود را ثابت کنن برای دولت ممكن. و بار اثبات از سارنوال گرفته شد، چیزی که مثلا در قانون انگلستان پیش بینی شده و دیگر کشورها، بار اثبات در همچون موارد از دوش سارنوال گرفته شد به دوش مالک از دارایی ها گذاشته شد که خب توی شهرک ساختی پیسش از کجا کردی. او باید ثابت بسازه که منبعش مشروع است. اگر ثابت نشد دولت اقدام کنه، مصادره کنه. به این شکل که شوه خود به خود وقتی که مفسد بفهمه که من از این پول استفاده کرده نمیتونم، در مقابل ریسک مجازاتم وجود داره، خود به خود است که یعنی مجازات تطبیق شوه و جلوش گرفته میشه. یعنی از و هایی که از خارج ما مثلا میشه و اینکه نوریه جان پرسان کردن و گفتن ممالک دیگه چه قسم جلوی از او را گرفتن، چرا تجارب از اونا استفاده نمیکنیم؟ و کل راهکارها را باید ما به کار بیاندازیم. بله بله.
بلکم غنل رو دفتن کم بل تلفون نلرو فکر کوم چه فکر میکنم ما شما راجع به می روی سوی موظف خدمات عامه گپ زدیم. ما میتونیم این موظف خدمات عامه را به خانم یک اصطلاح و لغت بسیار کتابی است با مردم عام بفهمونیم که موظف خدمات عامه یعنی کی چطور استفاده میکنه؟ موظف خدمات عامه وقتی مختصر به شکل آن فهم اگر بگیم طبعا مسلکی تعریفش گفتیم قبلا ما اشاره کردم که ماده 12 قانون جزا موظف خدمات عامه را تعریف کرده. به شکل بسیار مختصر اگر به آن فهم بگیم موظف خدمات عامه یعنی موظف دولتی، موظفی که در دولت کار میکنه، مامورین دولتی یعنی منظور مامورین و اجیران دولتی، مامورین و اجیرایی که در تصدی های دولتی کار میکنه، مامورین و اجیرایی که در مؤسسات عامه کار میکنه مثل پانتون و کابل و غیره مؤسسات عامه، اعضای ارکان دولت مثل وزیرا شد، اعضای پارلمان، جرگه های ولایتی و محلی، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود و سایر اشخاصی که تصادیقشان معتبر است مثل وکیل گذر یا مثلا یک کلینیکی که دولت بر از او یک کس را روان میکنه و تصدیقش نزد دولت معتبر است که به اساس تصدیق از او دولت یک کار را میکنه، اینا کلش موظفین خدمات عامه هستند. البته آل یک سلب مفهومش به اساس ماده 7 قانون نظارت کم وسیع تر هم شده ولی امیرم مردم متوجه شوند کافی است. در رابطه با انجوها، در رابطه با انجوها قانون ماده 7 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری هم جرم فساد اداری را فعلا قابل تعمیل دانسته، پس در انجوها اگر فساد صورت میگیره، رشوت صورت میگیره، جرم فساد اداری است. بانک های طرف معامله با دولت فساد اداری است و همچنان تشبثات خصوصی در معاملات مالی که طرفش با دولت نباشه، اینها کلش از جمله کسایی هستند که جرم فساد اداری بسیار زیاد تشکر تطبیق شده. استاد محترم بسیار زیاد تشکر از وردوی شما و ما عالم میخوام که با شنونده های محترم خود و گرامی خود ایتو برز برسانیم که در پروگرام امروزی ما فهمیدیم که فساد چی است، تعریفش چی است، فساد اداری کدام است و انواع از این فساد چی است و همچنان از لحاظ شریعت اسلامی دانستیم که فساد اگر موجود بوده و یا اگر نبوده اونا هم در موردش در وقت خلفای راشدین فکر کرده بودن، راه‌های جلوگیری از اون را، انواع از اون را، همه از اونا را برملا ساختن که این موضوعات هم ما شما درک کردیم و اگه که قوانین داخلی و بین المللی در افغانستان چی حکم میکنه در مورد جلوگیری از فساد راجبه‌ای هم فهمیدیم. ما در هفته آینده پروگرام تحت عنوان دیگه در مورد فساد اداری خواد داشتیم و با شما در همینجا تا پروگرام آینده خداحافظی میکنیم. بله گران دوستان و پوهان دکتر صاحب وزیر صافی ندیر مننه چی تخبرونه باسه تاسته ولانده کلو تاسو نه هم مننه چی تردیشی بابا مزمونگ سر ملتیا و کرله پراتلون کنوی که مگ دا موضوعات تر بحث لنده نیسو د اقتصاد وده او فساد، سیاسی اراده او اداری فساد، د خاریانو ونډه او اداری فساد او عدلی تعقیب او اداری فساد. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 43 19 922 او د زیاتو معلوماتو په خاطر زموږ ویب پاڼې www.afghanjustice.org همدارنګه زموږ خبری ویب پاڼې www.afghanzariza.com ته مراجعه کولی شئ. د اوس لپاره زموږ خبرونه پای ته رسیږي. پاک کلام او مل